geldin. Are halişan kuvve. Şuna berit bala ince ben nesin. Berit tu. Ağa ne kadar ihtiyaç mı? Bala çeşem ağa. Ayıp yer ne yapıyor baba? Ya kuzey tek yedi bir de ben. Ne maşallah halet kuvşu dedi ya. Ha maşallah. Bir ya. Muazzep. اتاقه گرمه؟ آها حال خوبه بابا جود آها خوبه دخترم فقط سردمه الان گرمه پیشه گرمه پیشه دکتر اگه لازم شد خودم میرم دکتر میارم بالا سرش آها یواش یواش کومی آها آقا نقره کمک رو لباسشو عوض کنیم من برم برگردم چشم خوب من برم سرام بام داده برسونم درم ماشینشو برگردم یه این قرص هم امروز خریدم ممکن لازمش بشه من زود برمیگردم چرا گریه میکنی خانم جان میترسیدم دیگه نبینمش دیدی که به خیر گذشت خدا رو صد هزار مرتبه شکر گریه نکن دیگه خانم جان او خانم وحشی ناراحت نباش رولا جان بابات حالش خوب میشه خوب میشه الان گرم میشی الان خوب میشی اگه احتیاج هست من بمونم نه دیگه مزاحم شما نمیشیم بفرمایید شما بفرمایید بالا من قدم زنو میرم راهی نیست از این پشت میندازم میرم ماشینو برمیدارم خیالتون راحت باشه در صورت خیلی ممنون مهندس میخوام یه چیزی بهت بگم راجب چی؟ راجب خود شما من یه معذرت خواهی به شما بده کارم بابت چی؟ راستش یه موقعایی یه فکرایی در مورد شما اصلا مهم نیست خدافظ خدافظ جنگل گم شدم پشت درختم بچه هم پاشن رفته تو تله درن ناله میکنن اینقدر فریاد زدم کمک خواستم که صدای من دیگه در نمیاد دیگه توان هیچ کاری ندارم هر جا میخوام پا بذارم تله است مرگ مثل سایه دنبال منه هر جا میخوام برم پشت سر من میاد منتظر یه فرصته تا تنابشو بندازه دور گردنم منو به یکی از درختان حلقاویزم بکنه من دیدم منو دار زده بودن خودم دیدم آقای پیرنیا خودم دیدم آقای پیرنیا هیچیتون نیست شما فقط یکم ترسیدین همین شما الان خونه اید بچهاتون هم صحیح و سالم پیشتونن هیچ مشکلی هم ندارید هیچ کسی هم با شما کاری نداره
من قول میدم امشب استراحت کنیم، فردا صبح خوب میشی. مگه نه شوکا؟ آره بابا جون، خوب میشی. خوب میشم. ترس ببینم چیه؟ نقره؟ بله آقا. کی بود؟ کی بود؟ یه نفر با سنگ زد شیشه خونه رو شکست. سر به سر مال میزنه این وقت شما یا مهندس؟ مرد حسابی الان چه وقت سر به سر گذاشتنه؟ به حواست کجا؟ بیا برو این پشت ببین چه خبره. اونجا چه خبره؟ هر کی هستی از جا تکان نخور، نامد که عجل داره میاد. بایی سابی من ایست ارکال نبی بیده المول يده الملك وعلى كل شيء سلمان! سلمان! چیه؟ چی شده؟ فیلیه مرده. مرده؟ آره مرده. از کی شنیدی؟ همو میگن. یعنی چی؟ مرده یا کشتنش؟ میگم مرده. شرط میبندم کشتنش. صداش در میاد میبینی؟ کی آخریه؟ بکنم کار احمد باشه. دمشقم، بالاخره کار خودش کرد. در بیافت بریم. کجا؟ بریم یه سرگوش هم بدیم ببینیم چه خبره. با ماتور؟ ماتور بذار تو بیه. آهو خانم بذاری اونا رو من ببرم، سنگینه بابا. شادی روح اموات آقای پیرنیا یه صلوات رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نوبره چی شد؟ بهش گفتم که آقا میرعلی کار داره، گفت الان میام. باجاز لا اله هیچ کس فکرش نمیکرد. بله دنیا همین، یکی زودتر یکی همه رفته میاد. اصلا نمیتونم باور کنم چند روز پیش اتفاق با مهندس دیدمش. سر حال گله کرد، گفت این طرف ها میان پیش ما نمیان. مهندس داره میاد. آو خانم. بله آقا جان. نمون پیش شوکا تنماش نست. چشم آقا. ببخشید تنهاتون گذاشتم. شوکا اصلا روحیه خوبی نداره. سخت. خیلی سخت. خدا بیدارو سکرمت.
دست شما داره نکنم. به قول جناب سروان کی فکرشو میکرد پیرمیا اینجوری بشه؟ پیش پای شما داشتم به جناب سروان میگفتم که مسئولیت سنگینی بگردیم پس بسرم شوکا و عشقان یه طرف، اداره تشکیلاتم یک طرف. البته در شایستگی مدیریت شما کسی شک نمی کنه. مثل روز برام روشنه که یک جور این تشکیلات اداره میکنی که جای خالی مرحوم پیرنیا خیلی احساس نشه. اما مشکل میدانم شوکا و عشقان که درد سری نداره. شوکا همسرمه، عشقان هم بچم. همه دغدغه مرحوم پیرنیا این بود که این تشکیلات از رونق نیفته. نقشه ها داشتیم، برنامه ها داشتیم، ولی همش از هم پاشید. چرا از هم پاشید؟ چرا؟ شما هستید انگار خود پیرنیا هست. نه دیگه، شما خودتون بهتر میدونید که این تشکیلات دیگه اینجوری نیم. هرچند آقای پیرنیا منو وسیله خودش کرده، ولی من نمیتونم. یعنی اینجور کارا ازم برمیاد. احساس خوبی ندارم. همش به خودم میگم ای کاش نسبتی با خانواده نداشتم و همین امروز همه چیز تحویل شما میدادم و میرفتم. مثلا این حرفو نزن. قوی باش. پیرنیا همه امیدش این تو بود. عرض کردم اینجور کارا از من برمیاد. آقای پیرنیا تصور کنید بچه آدم رو جلو چشش تیکه تیکه کنید. باور کنید من از همین الان صدای خورد شدن و استخونه این تشکیلات رو زیر چوب حلقه شدن میشنم. شما که دیگه خودتون بهتر برادرهای شوکا توی عالم دیگه هر میدن. من این چیزا رو خیلی بهتر از تو حتی جناب سروان رو باخبر کنم. من شقد از پسیمش کنم. من گلمند که چه هست؟ با بودون همه اجناب سید. اگه بدون مرمون پیرویا از ناس باسی و نافقیتی پسه باش دیخ کردون بود به راه نفت. اون همه سختی و تنهایی از باید. اگه بود که این طرف پسه باش میشه همه اینا رو تبدیلیت میرفت میشه پسه باش. این کارو نکن. چرا؟ این کارا عشق شد. من پیش جناب سروان به شما عرضم. شما با خیال راحت با همان دوگرد. اون مسئله بذارید بودی. من فکر میکنم مرمون پیرنیا با اون همه تلاش برای آهانی من دیده اون حق را به دفن مقال داره. اسمتش برکنم. مگه نه جناب سروان؟ بازم خدمت میرسیم. خواهش میکنم. لطفاً من میرسم بهش بر گفته من چیزی لازمه بگیم که تایید باز زمان شما نمیشم. من خودم هستم. نه بزرگ شما پیش شما خانم عشقان بمانید که زیاد بس ببینم که اون کسی شما چیه بیارم با اجازه. سلام میدارم که دیگه خوشم الان میدارم. من خیر، من خدمتون هستم. آقا نقره. بله جناب. اون شیشه چرا شکسته؟ شکسته؟ بله شکسته. با تیر کمان شکسته. اشکانم شکسته. به مهندس بگو اندازشو بگیره. ما میدادی میخریم یا رمزش کنیم. بارون بیاد میزنه تو اتاق. بله چشم. با اجازه.
من با تیر کمان زدم شیشه رو شکسته. گفتم امروزشو بگیرم شما سرکتشو بگیرم. جناب سرور از من پرسید که اون شیشه را کی شکسته. منم گفتم که اشکان با تیر کمان زده شکسته. بعدش گفت که آقای مهندس اندازش را بگیره تا آقا بیاری بخره. خیلی توی شب دیز؟ های های که کاریت ندارم حیوان. آرام 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 سب کن سب کن شب دیز های ویسا های های تو که ایجوری نبودی بودی؟ نه ها ها منم نقره خرگه خام
بیام کمکت بکنم. بگو دیوانه شدی آقا پیریا رو زدی زمین دیگه. سبکو سبکو